سلام خدا و با سلام به برنامه سیدی خبر خوش آمدید. کار اعمار شاهراه هرات کابل ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک به طرف چخچران مرکز ولایت غور و قسمت دوم شاهراه میدان وردک الی بامیان با حضور استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور افتتاح و قسمت اول سرک میدان بامیان و بهره برداری سپرده شد. در محفلی که بدین مناسبت در ولسوالی حصه اول بهسود برگزار شده بود، استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، والیان ولایت میدان وردک و بامیان و شماری از وکلای شورای ملی، علما، فرهنگیان، دانشجویان و جمع کثیری از مردم اشتراک داشتند. معاون رئیس جمهور و هیئت همراه از سوی مقامات محلی و هزاران نفر از باشندگان ولسوالی‌های بهسود، دایمیرداد و جلریز مورد استقبال گرم قرار گرفته و مردم آن ساحه از افتتاح کار شاهراهای بهسود چغچران و میدان شهر بامیان اظهار شادمانی نمودند. معاون رئیس جمهور در سخنانی که در جمع مردم ایراد نمود، افتتاح و بهره برداری این پروژه ها را به آنان تبریک گفته و از برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه مردم مبنی بر احداث شاهراه کابل هرات از طریق هزارجات اظهار خوشی و مسرت نمود. برنامه استدیوی خبر به جزئیات پروژه شاهراهای سگانه در مناطق مرکزی اختصاص یافته است. مهمان برنامه آقای انجینیر محمد امین، مشاور وزارت فواید عامه هستند. انجینیر صاحب، خوش آمدید به برنامه. آمد باشید. میشه در مورد پروژه های سه‌گانه‌ای که افتتاح شده در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک توضیحاتی بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به بینندگان تلویزیونی و زینی نگاه. خوشبختانه وزارت فواید عامه کار سه پروژه بسیار عمده و اساسی سرک میان کابل و هرات و میان کابل و بامیان را افتتاح و یک قسمت به بهره برداری سپردن و دو قسمت از سرک شروع افتتاح کردن به ساختمان. به شما بهتر معلوم است که ولایت بامیان طی سالهای سال دارای سرک ارتباطی با مرکز افغانستان یعنی شهر کابل دارای سرکی قیر نبود. خوشبختانه با همکاری و مساعدت کشور دوست ایتالیا که 100 میلیون یورو برای اعمار سرک برای دولت افغانستان کمک کردند، وزارت فواید عامه کار اعمار سرک در دو بخش پلان کردن. بخش اول از میدان شهر الا کوتل وانی که خوشبختانه ما قبلا این سرک قرارداد کرده بودیم و موافقانه کار زی اتمام شد و توسط محترم معاون صاحب دومی ریاست جمهوری روزی یک شنبه گذشته افتتاح کردید. قسمت دومی سرک از کوتل اونای الا شهر بامیان به طول 584 کیلومتر رسما کاری اعمارشان افتتاح کرده. بله. همچنان سرک میانی کابل و هرات که این پروژه به نام پروژه گردن دیوال چخچران داد میشه، قسمت اول ازی به طول 40 کیلومتر همچنان در روز یکشنبه گذشته افتتاح کرده. بله. خب چند شرکت کار اعمار سرک به عهده گرفتن و تدابیر شما برای نظارت و کنترل کیفیت به چه شکل است؟ کار قسمت اول سرک کابل بامیان از میدان شهر الى کوتل وانی توسط کمپانی چاینا ریلوی اعمار گردید و موضوع نظارت و کنترل از کار پروژه را کمپانی ایتالیایی به نام لوتی پیش بردن. بله. همچنان کار اعمار سرکی قسمت دوم سرک کابل بامیان
که از کوتل اونه الى بامیان را دبر میگیره، کمپانی آبادراهان پارس و کمپانی امران و غلغله گروپ به شکل جوین ونچر کارشان را به پیش میبره. بله خب، نظارت این پروژه ها نظارت به قسمت دوم هم به عهده کمپانی ایتالوی به نام لوتی است. بله خب، چه تسهیلاتی برای منطقه فراهم میشه؟ البته بهتر معلوم است که سالهای سال این مناطقی که دارای سرک اسفالت نبوده در انزوا، در انزوای اجتماعی و در انزوای اقتصادی قرار داشت. اعمار از این سرک ها کاملا یکی از اهداف عمده اعمار از این سرک ها از انزوا کشاندن مردمی که در این مناطق زندگی میکنه یه هست، و دومی که برای اقتصاد مردم، برای تسهیلات ترانسپورتی برای مردم، برای کوتاه ساختن فاصله میان مناطق کمک و کمک بسیار میکنه. بله خب، اگر این شرکت هایی که در اعمار سرک فعالیت میکنن نتونن که از لحاظ کیفی و زمانی رضایت شما رو جلب کنن، چه تضمینی وجود داره؟ البته جبران خساره. بله، البته وزارت فایدامه نرم های دارد برای وقتی که با کمپانی ها قرارداد میکنه اعمار سرک. اول خب ما خوشبختانه بسیار خوش هستیم در اعمار این دو سرک کمپانی های بسیار با تجربه و کمپانی های بسیار مجهز استخدام شده. ما هم روش قرارداد کردیم که ما مطمئن هستیم وزارت فایده ما که انشالله این سرک ها به وجه حسن با پای اکمال میرسه. بله. و دومی که ما تدابیر داریم به خاطر تعدیب و به خاطر مجازات کمپانی، اگر در صورت کمپانی با وجه اصلا مطابق شرایط قرارداد و مطابق تعهداتی که با ما سپرده اگر اجرا نکنه، ما از قیمت مجموعی پروژه 10% به شکل ضمانت بانکی از پیش از اینا حذف میکنیم تا زمانی که پروژه دوره گارانتی خود سپری نکنه و گارانتی پیش ما حفظ است. هر زمانی که کدام نواقص از لحاظ کیفیت تیمی مدت گارانتی به میان بیاید، ما از گارانتی از این پروژه ها وضع میکنیم و کمپانی های مربوطه مکلف است که رفع نواقص سرک رفع بکنه. بله خب، کار اعمار سرک کابل هرات چه نقش اقتصادی برای کل وضعیت حمل و نقل و مسافرت شهروندان کشور فراهم خواهد کرد؟ بسیار خوب، شما بهتر میدانید که فعلا سرکی که بین کابل و هرات فعال هست سرک حلقوی است، بخش از سرک حلقوی افغانستان است که یک از کابل الی هرات 1100 کیلومتر طول دارد. اما سرکی که ما تحت پلان داریم و کارش شروع کردیم از گردندمول الی چغچران بخش اول اجرا، این 820 کیلومتر طول داره، یعنی در حدودی بیش از 300 کیلومتر ما فاصله را میان هرات و کابل با اعمار از این سرک کوتاه میسازیم. بله. و دومی که خود وقتی که فاصله کوتاه میشه سرک اسفالت میشه، تسهیلات ترانسپورتی ایجاد میشه برای زندگی مردم که در این مناطق زندگی میکنند، برای زندگی اقتصادیشان تغییرات کلی به وجود میاد، از لحاظ کاریابی، از لحاظ تجارت، از لحاظ حمل و نقل اموالی که مردم در محل تولید میکنند برای از او فایده بسیار میرساند. و همچنان اعمار از این سرک بهبود میبخشد ظرفیت کاری وزارت فایده مرا برای اداره و تنظیم سرک ها در مجموع در سطح کشور. بله خب، کار سروی و بررسی این پروژه از چه زمان آغاز شد و چه مدت زمانی رو در بر گرفت؟ کار سروی و مطالعه اقتصادی از این پروژه 2 سال قبل انجام شده بود. یک کمپانی سویدنی به نام WSP مطالعات اقتصادی و امکان سنجی از این پروژه را انجام دادن و بالاخره ما دیزاین تفصیلی از این سرک با کمپانی دیگه به نام سمک قرارداد کردیم و بالاخره وقتی که دیزاین از این خلاص شد به سکشن های مختلف تقسیم شد که سکشن اول از این عبارت از گردن دیوال چغچران است به طول 40 کیلومتر که ما
تا یک شنبه گذشته این سرک عملا کارش رسما افتتاح شد، گرچه یک ماه قبل کمپانی که قرارداد شده بود تمام تجهیزات تمام وسایل و سامانالات خود در ساحه انتقال داده و کار عملا جریان دارد. بله، خب برنامه بعدی چگونه است؟ کدام شاهراه ها را میتونه این پروژه ها به هم دیگه مرتبط بسازه؟ این پروژه ها شما بهتر میدانید که ولایت